آقای رئیس‌دانا، ابتدا به تهران بیایم و این پرسش رو با شما در میون بگذاریم که در فیسبوک و افق هم مطرح کردیم. اونچه که شما صرف نظر از نظرات شما به عنوان ورشکی اقتصاددان، به عنوان یک ایرانی، اونچه که الان احساس میکنید، وضعیت اقتصادی در یک سال گذشته، در چند ماه گذشته رو به بهبوده یا وضعیت رو به وخامت گذاشته؟ نه، رو به بهبود نیست. حالا اگر واژه وخامت رو بتونیم یا نتوانیم براش استفاده بکنیم، ولی رو به بهبود نیست، رو به بدتر شدنه. و بعدم میدونید من از میان اقتصاددانانی نیستم که یک کلمه ی اقتصاد بگم به اقتصاد ملی بگم کار رو تموم کنم. در اقتصاد ما گروه های اجتماعی متفاوت و طبقات اجتماعی متفاوت هستند. حتی در دوره سختی تحریم گروه های اجتماعی بودند، بخشی از سرمایه‌داری مالی ایران، که سود می‌بردن از تحریم. یکی از دلایل مخالفتشون هم با حل مناقشه هسته‌ای همینه. الان هم که جابجایی قدرت سیاسی صورت گرفته، کسانی از همین شرایط دارن سود می‌برن، برای که در معاملات مالی هن از تنگناهای اقتصادی بهره برداری میکنن. اما در سرزمینی که شما 5.5 میلیون بیکار داری، 5.4 میلیون تو برآورد من، در جایی که 2 سال 40% بالای 40% تورم تجربه کرده و امسال 25-6% پیشبینی دولت تورم تجربه میکنه و اون بیکاران، و جایی که حداقل دستمزد 40% 50% از خط فقر پایین تره و بیش از 60% از کارگران ما اون حداقل دستمزد رو میگیرن یا کمتر از اون میگیرن، مشخص هست که یه چنین بلیگه اقتصادی، یعنی گرانی، مثلا نمادش بالا رفتن قیمت نان که خودش هم مهمه. آقای دکتر، این نکته که الان اشاره کردید، گفتید وضع بدتر میشه، یعنی بهتر نمیشه، حالا گفتید وخامت رو نخواهید استفاده بکنی، الان خودتون اشاره کردید که نرخ تورم برشک از 40% به حدود 20 و چند درصد در واقع رسیده. آیا نشانه های بهبود در زندگی مردم احساس نمیشه از این جهت؟ ما نمیتوانیم با یه شاخص، با یه گل بگیم بهار شد، با یه شاخص در نظر بگیریم. همون 25% وقتی دستمزد کارگران 13.5 میلیون کارگر داریم، 5.4 میلیون بیکار داریم، وقتی همون 25% در کنارش عدم افزایش دستمزدهای پولی هست و وقتی بیکاری جان سختی میکنه، همون هم فشار بیشتری است. ما در زندگی اقتصادی خودمون بیش از این بر روی آمار ارقام و روی رقم‌های اون هم رقم‌های ساده و سطحی و تردید برانگیز متوقف نمی‌کنیم. همون 25% جایی که دستمزدها بالا نمی‌رود، یعنی فقر بیشتر، یعنی گستردگی فقر شهری و روستایی، یعنی افزوده شدن بر شمار تهیدستان. و این اگر اسمش رو من دیگه دارم ارفاق می‌کنم، میگم اسمش وخامت نیست، اما برای لایه‌هایی از جامعه وخامت.